پاسدار کریمی قدوسی به نقل از خامنه ای: من ولی فقیه هستم، سه بار توافق نامه را خواندم، حق غنی‌سازی نادیده گرفته شده است. اگر رهبری مانع مذاکرات می شدند، متهم شماره یک را رهبری معرفی می کردند. شما صد روزه استقلال 35 ساله کشور را زیر سوال بردید. راکتور آب سنگین عراق تنها 5% از تکمیل شدن آن باقی مانده و ما آن را تعطیل کردیم. چرا؟ جواد کریمی قدوسی از مهره های باند خامنه ای در مجلس ارتجاع به نقل از خامنه ای گفت: من فقیه هستم و سه بار این متن را خواندم. از آن تثبیت حق غنی‌سازی هسته‌ای به دست نمی آید و حق غنی‌سازی هسته‌ای در آن نادیده گرفته شده است. به نظر می رسد تیم مذاکره کننده بر حفظ حقوق هسته‌ای پافشاری نکرده است. یکی از مشکلات این موافقت نامه این است که شما هر گامی را منوط کردید به توافق آمریکا و آمریکا با برنامه حساب شده وارد این بحث شده است. اگر رهبری مانع مذاکرات می شدند، متهم شماره یک را رهبری معرفی می کردند. چرا تعهدات اشتباه دادید که فردا هزاران مانع بگذارند که نتوانید به موقعیت فعلی در بحث هسته‌ای برگردیم؟ راکتور آب سنگین عراق تنها 5% از تکمیل شدن آن باقی مانده و ما آن را به واسطه این توافق نامه تعطیل کردیم. چرا؟ دشمنان بعد 6 ماه به این رقیق کردن اورانیوم 20% اکتفا نخواهند کرد و گامهای بعدیشان برای تضعیف قدرت و حاکمیت نظام را برخواهند داشت. تا دیروز چین و روسیه حسابشان جدا بود، ولی در این موافقت نامه امضای اینها را هم گذاشتیم و این در حالی است که آمریکا نتوانسته بود علیه برنامه هسته‌ای نظام اجماع ایجاد کند، ولی با این توافق نامه اجماع به وجود آمد. شما صد روزه استقلال 35 ساله کشور را زیر سوال بردید و بعد در جلسه خصوصی میگویید اگر توافق نامه هسته‌ای را اجرا نکنیم انقلاب اسلامی از دست خواهد رفت و ما نیازی به این سانتریفیوژ ها نداریم. ولایتی، شمخانی، حسینی، صالحی و باقری نامه های مفصلی در نقد این موافقت نامه خدمت رهبری نوشتن و گفتن که استقلال کشور در معرض خطر قرار گرفته است. برای ما دعا کنید و ما خیلی در معرض خطر هستیم و از ما خیلی بترسید، چرا که اگر ما مقامات رها بشویم و از راه خارج بشویم، تنها عاملی که میتواند انقلاب را زمین بزند همین مسئله خواهد بود. یک عضو مجلس ارتجاع: دولت روحانی با راه اندازی جنگ رسانه‌ای به کسی جرأت انتقاد از عملکرد خود را نمی‌دهد. قاسم جعفری عضو مجلس ارتجاع گفت: دولت آخوند روحانی با راه اندازی جنگ رسانه‌ای به کسی جرأت حرف زدن و انتقاد از عملکرد خود را نمی‌دهد. و ادامه داد: دولت درباره مذاکرات هسته‌ای اطلاع رسانی نمی کند و به منتقدان هم اجازه نقد عمل کرده خود به خصوص در زمینه هسته‌ای را نمی دهد. و سیاست خارجی دولت را نوعی ساده لوحی در برابر کشورهای غربی ارزیابی کرده و گفت: اگر لبخند دشمن را از سر لطف بدانیم، در واقع خودمان را گول می زنیم. نماینده خامنه ای در کیهان: آنچه داده ایم در مقابل آنچه گرفته ایم نه فقط قابل مقایسه نیست، بلکه بسیار کم اهمیت تر و ناچیز تر از آن است که با واژه برد برد کمترین تناسبی داشته باشد. افزایش فراقانونی مداخلات آژانس، پذیرش تلویحی بازرسی ها در سطحی بسیار فراتر از پروتکل الحاقی. متاسفانه تیم هسته‌ای رو دست خورده است. پاسدار شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در کیهان یادداشت روز دوشنبه خود را به توافق نامه تحمیلی ژنو
و پیامدهای آن برای رژیم اختصاص داده و می نویسد چند ساعت بعد از صحبت‌های روحانی در اهواز، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به خبرنگاران که نظر دولت آمریکا را درباره دیدگاه‌های روحانی پرسیده بود، می‌گوید سخنان رئیس جمهور ایران مصرف داخلی دارد و تأکید می‌کند آنچه مقامات ایرانی می‌گویند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه انجام می‌دهند مهم است. باراک اوباما، جان کری و وندی شرمن در مصاحبه‌های پی در پی تصریح می‌کنند که در توافقنامه حق غنی‌سازی برای ایران به رسمیت شناخته نشده است. عراقچی می‌گوید انتشار این سند به معنای رسمیت دادن به آن است. اگر این سند غیر رسمی است، چرا قرار است اجرای توافقنامه ژنو دقیقاً بر اساس آن صورت پذیرد؟ حالا پرسش این است واقعیت ماجرا چیست؟ متاسفانه باید گفت تیم هسته‌ای از حریف رودست خورده است. وقتی به متن توافقنامه مراجعه می شود آنچه داده ایم در مقابل آنچه گرفته ایم نه فقط قابل مقایسه نیست، بلکه بسیار کم اهمیت تر و ناچیزتر از آن است که با واژه برد برد کمترین تناسبی داشته باشد، چه رسد به این که توافقنامه یاد شده را تسلیم قدرت‌های بزرگ جهانی بدانیم. اوباما در توضیح توافقنامه ژنو تصریح کرده بود که در گام اول 6 ماهه مبلغ 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد. ولی در متن اعلام شده اخیر این مبلغ به 4.2 میلیارد دلار آن هم در 8 قسط تنزل یافته است. در توافق جدید حریف حتی نصب 1 سانتریفیوژ در بخش روزمینی نطنز که مخصوص تحقیق و توسعه است را نپذیرفت و موارد دیگری که سرنوشت راکتور آب سنگین عراق، افزایش فراقانونی مداخلات آژانس، پذیرش تلویحی بازرسی ها در سطحی بسیار فراتر از پروتکل الحاقی و غیره از جمله آنهاست.